سلام دوستای عزیزم به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومد. من امروز قصد دارم یکی از غذاهای بسیار مدرن و خوشمزه رو که فوری هم آماده میشه خدمتتون آموزش بدم سینه مرغ شکم پر بریم سراغ مواد اولی سینه مرغ دو عدد بزرگ فلفل دلمه یک عدد ترجیحاً در دو رنگ متفاوت گارچ چهار عدد پیاز یک عدد و سیر دو حبه سیر یک پیمانه آرد دو قاشق غذاخوری و کره پنجاه گرم برای سس روی مرغها پنیر پیتزا به مقدار لازم روغن زیتون دو قاشق غذاخوری زعفران دم کرده به مقدار لازم نمک و فلفل سیاه و پاپریکا و آبلیمو به مقدار لازم خب ابتدای کار برای تهیه این سینه های مرغ بسیار خوشمزهمون، اونها رو از وسط برش میدیم و یه ای که هست باید حتما سینه های مرغ درشت باشن تا موقع که برش میدیم در واقع پاره نشه و به خوبی برش بخوره خب حالا مزه دارش میکنیم من از نمک، فلفل سیاه و همینطور پاپریکا برای ادویه های این در واقع مرغم استفاده میکنم ادویه های متفاوتی میتونید بزنید ولی خوشمزه ترینشون همین فلفل سیاه و نمک و پاپریکا هستش خب همه قسمت های مرغ رو سعی کنیم که این ادویه رو بزنیم و یه مقدار هم آبلیموی تازه بهش اضافه می کنیم. بچه ها آبلیمو خیلی تعم مرغ رو عالی می کنه. همین ابتدای کار بزنید خیلی تمش خوب میشه و بعد روغن زیتون. خب در انتهای کار ما بهش زعفرون دم کرده اضافه می و سعی میکنیم که همه قسمت های مرغ با این موادی که بهش اضافه کردیم خوب آغشته بشه و مرغ ها تم و عطر ادویه ها زعفرون و آب رو به خودشون بگیرن و بعد روش یه سلفون می کشیم میذاریم داخل یخچال به مدت دو ساعت تا خوب مزه دار بشه خب تا این مرغامو مزه بشن و تم و عطر زعفرون و آبلیمو و باید بیا رو به خودشون بگیرن من میرم سراغ تهیه مواد داخلی در واقع مرغ شکر بارم. یه پیاز داشتم اونو نگینی خوردش میکنم و بعد داخل روغن تفتش میدم همین که پیاز کوچولو تفت خوردن و نرمتر شدن من بهش سیرم رو اضافه میکنم سیر رو همطور که تو تصویر ملاحظه میکنید با رنده رندش میکنم که خیلی ریز بشه و بعد همراه با پیازم اونا رو هم تفت میدم خب تا این موادم حاضر بشه من میرم سراغ فلفل دلمه ها دو تا رنگ متفاوت فلفل دلمه داشتم من اونها رو همطور که تو تصویر ملاحظه میکنید به این صورت برش میدم همین اندازه میتونه خیلی هم ایدال باشه و بعد میرم سراغ فلفل دلمه ای دومم ما یه دونه فلفل دلمه ای نیاز داشتیم من سعی کردم از دو رنگ متفاوت استفاده کنم منتها نصف دونه از هر کدوم خب حالا من میرم سراغ گارچان اونا رو همینطور هم برش میزنم گارچا خیلی جنس عالی دارن همطور که میبینید بسیار سفید و زیبا بله اونا رو داخل پیاز هم میریزم و همراه اونها میخوام که یه رو تفتشون بدم خب قرار گارشا داخل مرغا پر بشه و به حال داخل فر بخته میشه ولی همین که این اول کار یه رو تفت بخوره خیلی مزه و کیفیت بهتری داره برای اینکه رنگشون تیره تر نشه من از آبلیمو استفاده می کنم آبلیمو زیاد نیاز نیستش که بزنیم ولی در حد همون یه میتونه در واقع جلوگیری کنه از تیره شدن گارچا خب حالا بعد چند دقیقه تفت دادن همونطور که میبینید گارشمون به خوبی داخل ترکیب پیاز خوب تفت خورده و وقتشه که ما فلفل دلمه ای رو اضافه کنیم فلفل دلمه ای توی دو تا رنگ متفاوت باعث زیبایی و ظاهر بهتر مواد ترکیبی میشه خب حالا همه مواد رو با هم دیگه تفت میدیم و ادویه ها رو اضافه میکنیم ادویه هایی که داشتیم نمک و فلفل سیاه من اضافه میکنم که طعم مرغ رو بعدا بسیار خوشمزه تر کنه البته شما میتونید ادویه های دیگه هم اضافه بکنید ولی بیس کار همون فلفل سیاه و نمک هستش به حال فلفل دلمه ای هم داخل این ترکیب داره استفاده میشه پس ترکیب بسیار کامل و زیبایی در میاد همه این مواد وقتی با هم دیگه داخل مرغ پر بشن و همراه اون پخته بشن خب حالا من مرغ رو با موادی که در واقع آماده شده پرش میکنم بچه ها میزان موادی که میخوایم پر کنید بستگی به سایز مرغتون داره هر که سایز مرغ بزرگتر باشه شما میتونید مواد بیشتری ازش استفاده بکنید و نیاز نیستش که این ها رو فیکسش کنیم در همین حد که برش گردونیم کافیه چون داخل همین قراره که پخته بشه و بعدا گریل بشه خب این نقطه که هستش بچه حتما ظرف رو انتخاب بکنید که بتونه بره داخل فر و یه نقطه دیگه هم که میتونید ها رو قبل از اینکه داخل فر بره فیکسش بکنید با حالا چوبه ها یا حالا با و سوزن ولی نیازی نیستش من همین حد که میبینید خودم هم فیکس نکردم خب حالا مایه زفرونی که قبلا برای در واقع مزهدار کردن مرخامون استفاده کرده بودیم روی مرخام میریزم که چشنی بسیار عالی بشه براش موقع که قرار داخل فر پخته بشه و روش فول میکشم این میره داخل فر با دمای 200 درجه به مدت نیم ساعت البته فر رو از قبل باید در دمای 200 درجه گرمش بکنید و قبل اینکه بذاریم داخل فر چند تا سوراخ روش ایجاد میکنم خب حالا تا اون پخته بشه من میرم سراغ تهیه سسم داخل یک قابلمه ابتدا کرم رو زوب کردم و آردم رو ریختم آرد باید با این کره به خوبی تفت بخوره و همطور که میبینید یک نواخت بشه و بعد شیرم رو بهش اضافه میکنم تا این سس سفید آماده بشه برای رومال در واقع مرغ. خب این مواد رو, رو روی اجاق گاز هم میزنیم و سعی میکنیم که به اون گلزت مورد نظرمون برسه به این حد که رسید دیگه اجاق رو خاموش میکنیم آماده از سوسمون میریم سراغ مرغم مرخای که از داخل فر درآورده بودم خب طبیعتا یه مقداری آب انداخته بود اونو کنار میذارم که بعدا استفاده بکنم و روی مرخا رو با سسی که درست کرده بودم کاملا کاورش میکنم و حالا بعد اینکه کاملا مرخامو کاور کردم با این سس پنیر پیتزا یه مقدار روش میریزم که باعث طعم بسیار عالی و خوشمزه تر شدن این مرخام میشن خب حالا این مرغها رو من میذارم داخل فر به مدت 4 تا 5 دقیقه تا به خوبی مرغام گریل بشن. و بعد سینه های مرغ شکمپرم آماده است، به خوبی گریل شدن و همطور که میبینید بسیار خوشاب رنگ شده من با چیپس خلالی و همینطور موادی که داخل هم پر کرده بودم تزینش کردم اطرافش رو هم بسیار خوشاب شده دوستای عزیزم امیدوارم که شما هم این مرغای خوشمزه رو تهیه کنید و همراه خانوادهتون ازش حسابی لذت ببرید اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفا با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون